Yapın işte. کاری گرافیک کردن برای دانشکده تو دانشکده انعکاس خوبی نداشت. اسمش کار گرافیک نبود، ما نقاش تبلیغاتی شده بودیم. اون موقع اسمش نقاشی تبلیغاتی بود و کسانی که کار گرافیک میکردن میگفتن اینا نقاشای تبلیغاتی هن و خیلی جنبه خیلی بازاری و موهنی داشت و کسی که میرفت نقاش تبلیغاتی میشد در واقع یک آدم منحرف از راه هنری بود. و من یادم هست که تو دانشکده هنرهای زیبا من یه شاگرد خیلی شلوغی بودم و مرتب من در حال نقاشی کردن بودم برای خودم و برای خیلی از شاگردها، علی خصوص دخترها. برای اولین بار بود که من توی محیطی میرفتم که پر از دختر بود و موقعیتی بود که من میدیدم که کنار دخترها میتونم بایستم و حتی براشون نقاشی بکنم، اونا با من حرف بزنن و همین یک وضعیت خیلی عجیبی شده بود و به من انرژی زیادی داد که زیاد کار بکنم، مخصوصا برای دخترها زیاد کار کنم. دخترها اغلب بی استعداد بودن و احتیاج داشتن یا همچین آدمی مفت و مجانی کارشون رو اصلاح بکنه و تموم بکنه و ما اینا رو هم معز رضای خودمون، نه به محض رضای خدا که مسلماً نبود، ولی محض رضای خودمون این کار رو فراوون انجام میدادن. و اگر خاطرتون باشه همون سالهای اول هم برای اینکه زیاد بنده پیگیر این رشته گرافیک و نباشم و همه خودمون تو این نگذارم، منو به عنوان معلمه دروس مختلف از جمله طراحی در قسمت معماری که شما هم اونجا بودید گذاشتن، به خاطر اینکه هی بنده رو از موضوع پرت بکنم. ولی تمام هم و غم من و علاقه من به این بود که به این مسئله گرافیک با به هر صورتی یک هویتی بدم و این رو از اون کیفیت عمومی که در بازار کار بود بیارمش بیرون و بشی پوزیسیون های دانشگاهی هم بدم و بهش حالت های آکادمیک هم بدم و گروه هایی هم توش درس بخونن و تربیت بشه. و همین دلیل کارهایی رو که ما کردیم سبب شده بود این مسئله گرافیک به طرز غریبی به عنوان یه رشته جذابی مطرح بشه. من همیشه گوش به زنگ این هستم که این اتفاقاتی که در دنیا میفته در هر زمینه چقدر ما میتونیم به طرز درستی آداپتش بکنیم با شرایط خودمون، نه اینکه صرفاً چون پست مدرنیسم اومد حالا ما پست مدرنیسم رو تنقیه کنیم یا تزریق کنیم تو کار خودمون، نه، حالا ما چجوری میتونیم این لباس جدید رو بپوشیم، این لباس جدید چجوری به قواره بدن ما خواهد خورد و بدن ما رو میپوشانه بدون اینکه ذوق بزنه. چیزی که همش من لاینقدر فکر میکنم این است که چه کاری رو بکنیم خیلی نرم جا بیفته و این جا افتادگی این مهمترین مسئله است که دائم من بهش دارم فکر میکنم، نه در حرفم که در رفتارم که در لباس پوشیدنم، که در طرز زندگیم، که در معلمیم و در هر چیزی دیگه میخوام ببینم که جا افتادن هر جا چه شکلی میشه انجام بشه.
من در همه چی احساس میکردم که یه تشابهی هست و یک در واقع ارتباطی هم هست. یعنی من یهو میدیدم که من شبیه کدوم سنگی وسط کوه هستم و یا من شبیه کدوم درخت هستم و یا من شبیه کدوم آسفالت جاده هستم. من خودم رو خیلی جاها مثلا عیناً میدیدم منتها به یه شکل دیگری. یعنی با تمام کوشش کردم و هر نقاشی میکنه اون نقاش خودش رو به یه شکلی باز دوباره طراحی میکنه توی تصاویرش. به جای زنا صورت زن یا صورت زنش رو طراحی میکنه یا صورت مادرش یا خواهرش یا معشوقش رو یا اون زنی که ایدئال هست. بذار یه پرانتز وا کنم، باز حرفای یه دقیقه پیش خودم رو که راجع به همون مسئله سیاست و مبارزه سیاسی و غیر ذالک است و یا آداپتاسیون با شرایط جامعه، اینجا من بگم که من بسیار بسیار تلاش کردم که راه حلای زندگی امروزمون رو پیدا کنم. مفصل کار کردیم این میبایست بر اساس این طرح‌های مسجد کاشی مسجد کبود کار بکنیم، مثلا از این فرم این وسط قرار شد که کار بکنیم. معلوم نیستم از بپسنده، مثلا همین فرمی که اینجا هست، این فرمی که اینجا هست به اضافه این، به اضافه این که یعنی کنم که این یاروها مثلا اینجوری شد. شغل گرافیک برای من این اهمیت و این ارزشمندی رو داشت که من رو مجبور میکرد که در تمام سطوح نسبت به خیلی چیزا آشنایی بیشتری داشته باشم. و علت اینم که یکی از کارهایی که من تو کار گرافیک مثلا هی به شاخه های مختلف پریدم صرفا به این دلیل بود، به این دلیل بود مثلا یه سری تجربیاتی که روی صفحه آرایی داشتم، دیدم این صفحه آرایی رو من چجوری میتونم توی طراحی یک صحنه تئاتر هم پیاده بکنم. و یا توی دکوراسیون مثلا خونمون که میری، من همون لیاتی رو کردم که اغلب توی مجلات میکنم، متوجه ارزان هستی؟ و همون لیاتی رو میکنم که یه پوستر رو میسازم و همون لیاتی رو میکنم که یه ایلوستراسیون رو میسازم، یه تصویر رو میسازم. و در واقع به شما بگم این کار رو با عکاسی فراوون انجام میدم و این عکاسی برای من چیزی بسیار بسیار شعف انگیز و شگفت انگیزه برای پیدا کردن چیزهای جدید. فعلا همین که هستم خوبه، خیلی الحمدلله راضی هستم از اینکه تا اینجا یک جوری همچنان دارم سعی میکنم که درست کار کنم، نه درست زندگی بکنم. آدم باید درست کار بکنه، وقتی درست کار کرد زندگی درستی هم توش هست. اینقدر شرایطی هست که معلوم نیست من بازم مرتضی ممیز باشم، من ممکنه نمیدونم سنگ باشم، ممکنه چمیدونم یه سگ باشم، ممکنه چمیدونم یک نی باشم، نمیدونم. بنابراین چون راجب چیزی که نمیدونم چجوری به وجود میاد دلم هم نمیخواد اظهار نظر بکنم، ولی وقتی که میگم درست کار بکنم بیشتر میفهمم. من تا حالا اینجوری سعی کردم درست تر کار بکنم، همه یه تلاشم بود که در هر زمینه‌ای سعی بکنم درست‌تر کار بکنم.